بعضی وقتها این صدا رو نمیشنویم. سراپا گوش باید بود، دنیا گفتگو دارد. ما اگر لب فرو ببندیم میشنویم صدای بیرون. خلاصه که ای آفتاب حسن، برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. به، همه ما مصداق این بیتیم. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. ما آدم ها این اون باز سرگردانی میمونیم که هممون از ایرانمون آمده ایم، ایرانی که پر از تلخ کامی ها شاید باشه، شاید این روزها پر از رنج باشه. هممون آمده ایم که در بازوی سلطان بنشینیم و قرار پیدا بکنیم. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرو برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. وان دف گفتنت که برون شو، برون شه به خانه نیست. وان دف گفتنت که برو شه به خانه نیست. وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. بله، حتی اگر امروز بریم دیر شده باشه و راهون ندن، فردا صبح میریم در رو میزنیم. مطمئنم که اگر در خونه رو دقل باب بکنیم، بارها و بارها و بارها بکوبیمش، به هر حال در رو برامون باز میکنن. مهم اینه که ما اهل اون آدم هایی نباشیم که ناامیدی جانشون رو میگیره. یک بار در رو میزنند و میرن، بارها و بارها در رو میزنیم. این در زدن میتونه برای اتفاقات معنوی باشه، میتونه برای رشد و بالا بردن ظرفیت های معنویمون باشه، میتونه برای نیازهای دنیاییمون باشه. امکان نداره که دنیای ما عارفانه و پرمعنا و معنوی باشه ولی آباد نباشه. این اون تناقض و اشتباهیه که خیلی وقتها ما فکر کردیم که آن انسانهایی که دنبال معنویت رفتن، انسانهایی که عارفان بزرگی بودن در عالم، دیگه دنبال دنیای آباد نبودن. فقرشون هم از جنس دیگریست. توی اون عدم دلبستگی، بالندگی رو، شکوفایی رو تجربه کردم. خلاصه که اگه در زدیم، من که تصمیمم بر اینه که بارها و بارها این در رو بزنم تا اون سوالی که ذهنم رو فرا گرفته و به خاطرش به این جستجو تا اینجا آمدم جوابش رو بگیرم.